قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. حضور همه بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تشریف آوری برادر عزیز و بزرگوار ما را جناب حضرت مولانا مولوی عبدالغنی برادر حفظه الله و سایر همراهان ایشان را به شهر خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه خوش آمدید میگم. گرچه آنچه که فکر میکنم وقت 5 دقیقه تا 7 دقیقه شاید کل مطالب گفته نشه و وضعیت جسمی بنده هم خوب نیست و کوشش میکنم که انشاءالله با 5 دقیقه تا 7 دقیقه صحبت ختم بشه. بدون حاشیه و اینها، جناب مولوی صاحب برادر حفظه الله همانطوری که قبلا اشاره شد، تنها اینها ما با دید معاون اقتصادی یا معاون رئیس الوزرا نمیبینیم، بلکه پایه بزرگ و رکن اساسی امارت اسلامی افغانستان هستند. الحمدلله به مدت 1 سال تغییراتی که ما در این سرزمین میبینیم حتی چشمان دشمنان را هم خیره ساخته است. همان 2 روز قبل در مرکز افغانستان همان رژه نظامی و نوع سنبله چنان تجلیل میشه که یعنی قلب دشمنان را آتش زد. این مدت 1 سال این ارتش مبارک، این همه ساز و برگ های و بالاخره نظامی و با این نظم و دیسپلین و امت اسلامی خوشحال ساخت و دشمنان اسلام را به لرزه در آورد. 1 سال از عمر امارت اسلامی میگذره که در این سرزمین پرچم اسلام و پرچم لا اله الا الله بلند شد. تمام مشکلات همه ما میدانیم که به 1 سال حل نمیشه. مشکلات 21 ساله، 21 ساله که شما همین خانه را مد نظر داشته باشید، 10 تا 20 تا 50 تا انسان دزد، قطاع الطریق، ظالم، نشه، انسانهایی که جز تخریب دیگه هیچ چیزی یاد نداشته باشه، بیاید در و دیوار این خانه را بزنه، بشکنه و از بین ببره، ترمیمش و این برقهایش با آسانی به 1 روز 2 روز ترتیب نمیشه. همه ما میدانیم که الحمدلله خیلی تغییرات آمده. اداره نبود، سیستمی نبود، افراد نبود. سلام میکردی باید پول میدادی. در هر اداره ای که خواهر میرفت استخدام میشد تمام سند و اسنادش زیباییش بود، دیگه بیشتر چیزی نبود. ما بین مردم بودیم، با مشکلات مردم رو میفهمیدیم و میدانستیم. امروز ما و شما میبینیم که الحمدلله امنیت سرتاسری، آرامش سرتاسری، سفرهای دوستان، الحمدلله وضعیت اقتصادی سرتاسری. ما وقتی بیاییم از کلیات بگوییم، من میتونم به صراحت کامل گفته که به این 1 سال معجزه هست، معجزه شده. طالبی که از داخل کوه بلند شد آماد داخل شهر، شاید ادارات رو به اون شکلی که
اونهایی که در گذشته یکی از فرانسه فارغ شده بود و یکی از آلمان فارغ شده بود و یکی از شرق و غرب فارغ شده بود و با دراشی و نکتایی و با اینها، من با دراشی نکتایی مخالفت نمی کنم، ولی حرفم اینجاست به این یک سال خیلی زورگویانی بودن که پول برقر نمی دادن، الان پول برق خور می دن. خب این کسی که سالها پول برقر نداده، خب میای شکایت میکنه روزانه در دارالعلوم علی انصار، میبینی 10 نفر میای شکایت میکنه که امروز ریاست برق به من توهین کرده. خب میخوای تو توهین نکنه، پول خود رو بپرداز. فلان اداره مر بالاخره گریبان مر گرفته. خب وقتی بررسی میشه که طرف بابا جان 21 سال به رای کج رفته، فلانی میخواد تو اصلاح بکنه، خب سر صدای تو بلند میشه. پس به اینه که در این مسائل من و شما، الله سبحانه و تعالی به ما خیلی لطف کرده، مرحمت کرده. والله العظیم روز جمعه هست، روز جمعه هست، از امیر المؤمنین حفظه الله گرفته تا پایین ترین فرد امارت اسلامی احترام خودرم کرده و احترام خودرم داره و من خدا شاهده که امارت اسلامی به خاطر تملق و چاپلوسی و فلان و یا ای که به کنار مولوی ملا برادر بشینم به من فرق نمی کنه، الان برم به اون چوکی آخرم بشینم به من افتخار هست، شرفه، افتخاره، با عزت زندگی می کنیم. وقت فکر می کنم تمام شد، بناهن من هم یک حرف اخیر من اینه که چون مسائل اقتصادی نیاز به متخصصینش هست، جناب رئیس صاحب اتاق تجارت جناب فضیل‌زاده سبینج حضور دارن، بعضی نمایندگان اصناف حضور دارن، امیدوارم که یک جلسه خصوصی مختص تاجران و کسانی که فن اونها، تخصص اونها تجارته، با اونها جلسه خصوصی داشته باشن که مسائل اقتصادی هرات و مسائل بالاخر زیربنایی و اینها با خود شخص جناب حضرت مولانا صاحب مولوی ملا برادر حفظه الله صحبت بشه. الله سبحانه وتعالی این نعمت عظیم و بزرگ را از ما نگیره. همه ما میدانیم هرات پر عواید ترین شهره، زراعتش، معادنش و از همه بمی شرایط امروزی مالیاتش و بالاخره گمرکاتش. یک مرتبه شب هرات را هم یک چرخ بزنیم، بریم سمت دیگه ولایتان، بریم یک چرخ بزنیم، اگر هرات پول زیادتر داره، خب زیبایی هرات هم الحمدلله بمی یک سال بیشتر شده، نور هرات هم بیشتر شده، زیبایی هرات هم بیشتر شده. مجا داره که در همینجی در غیاب مهاجر صاحب که شخصی که در اینجی شاروال بودن تشکری کنم به حضور مولوی ملا برادر، زحمت زیادی کشیدن با تلاش هم دیگر، تنها اونا نبودن، مقام ولایت ارگان های مختلف با اونا همکار بودن و امروز سرپرست شاروالی که مایار صاحب هستن، شخصیت بسیار خوب، کار خود ادامه میدن و الحمدلله همه کارها خوب میشه. و ما بار بار روز جمعه همیر تاکید کردم که برادرها صبر، حوصله، بردباری، هم دین ما و شما خوب میشه و هم دنیای ما و شما. در رژیم گذشته یک حرف بار بار گفتم دنیای خود رو به دست شما دادیم. به رژیم گذشته گفتم دنیای خود رو به دست شما دادیم، شما دنیای ما رو خراب کردید، آخرت خود در دست شما نمیدیم که آخرت ما خراب کنید. ولی رژیم امروزی دین و دنیای ما به دست این حکومت ماست و هر دو تا هم ان شاء الله با سربلندی و سرافرازی کامل ان شاء الله پیش خواهد رفت، چون مسئولین ما علما هستند، عمرای ما علما، علمای ما عمرا هستند. دین و دنیای ما ان شاء الله به اذن الرحمن خوب میشه و خوب خواهد شد. الله سبحانه وتعالی به همه جزای خیر عنایت بفرمایه. یک بار دیگر تشریف آوری جناب مولانا مولوی صاحب مولا عبدالغنی برادر حفظه الله که رکنی از ارکان امارت اسلامی هستند، معاون اقتصادی حکومت اسلامی را در شهر خواجه عبدالله انصاری